که پولس رسول میگه آرزوی دل تمام شعرا و نویسندگان ایرانی و اندیشمندان ایرانی بوده در گذشته و تا به امروز هم هستن عزیزانی که مایل هستن. آرزوی دل مولوی بود که دوست داره اگر به نام انسان خوانده شدیم در چارچوب انسانیت نیز عمل کنیم، نه مذهب. از این رو مولوی این گونه اعلام میکنه: عشق را بی معرفت معنا نکن، عشق را بی معرفت بدون شناخت تعریفش نکن. مثل این پسرهایی که عذر میخوام ندید بدید تا یه دختری رو میبینن خیلی زیباست از راه دید، من اینو میخوام، این زن من بشه. خب میشناسیش؟ عذر میخوام، ببخشید، شاید 20 تا پسر دیگه هم مثل تو فکر کردن الان هیچ کنون راضی نیستم باشه ازدواج کنم. یا برعکس دختره، آخ این پسر زندگی من، تحقیق کردی؟ بدون تحقیق که نمیتونیم. آخ کاش که من دکتر بشم. میدونی دکتر شدن یعنی چی؟ کاش که من رئیس جمهور بشم. میدونی رئیس جمهور تو آقا ترامپ شده دیگه. خیلی از کلیسا برای ترامپ دارن دعا میکنن. ولی ببین چقدر تو چه حملاتی هست. چقدر رسوا شد بیچاره. کار عادی شده داشت انقدر رسواش نمیکردن. پس این گونه نیستش. تحقیق کن. چی میخواید؟ چه چیزی رو میخواید؟ خدای خودت رو تحقیق کن. عشق را بی معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را باز نکن. اگه آگاهی نداری چرا مشت تو با میکنی؟ اگه نسبت کلام خداوند چیزی نمیدونی، کلاس ها رو نرفتی، مسیحیت چیست رو نرفتی، برادر امیر هر سه شنبه اومده اینجا از کلام خدا گفته که من وقتی اومدم خیلی برکت گرفتم و شما دو ساعت وقت نذاشتی از کار زندگی، بعد میری به یه نفر میخوای بشارت بدی، میگی میخوام ولی نمیدونم چی باید بگم. خب بیا کلاس ها رو، دانشت رو زیاد کن. میدونم پول لازمه زندگی هست، اما آیا خدای ما نمیتونه اون قسمتی که تو برای کار اون میذاری خدا تو رو برکت بده؟ من با خدایی که روبرو شدم این خداست. اونجایی که وقت گذاشتم برای کار خدا، من خدا چندین برابر من داده. من اینو دیدم، برای همین دارم این تعلیم رو میدم. عشق را بی معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا نکن. گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت را زیبا مکن. اگر اطلاعات کامل نداریم چرا دربارش صحبت میکنی؟ اطلاعاتو زیاد کن. خیلی از عزیزان هستن نه کلاس مسیحیت چیست اومدن، نه کلاس های برادر امیر رو رفتن، تو یک کلیسا ماهی یه دفعه اومدن رفتن، ولی وقتی بهشون میگیم برادر لازمه کلیسا بیا، من فلانم اینا، ولی توی مشکل که میفته میبینیم چقدر تو داد میزنه مسیح کجایی؟ چی شد پس؟ خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا نکن. اگر ما یه محبتی تو دلمون داریم کاری انجام میدیم، ربطی به مسیحیت نداره. هر انسانی باید انسان خوب باشه، چه مسلمان باشه، چه بهایی باشه، چه یهودی باشه، چه بیدین باشه، انسان ها باید خوبی بکنن. دل شود روشن ز شمع اعتراف، با کسی عربد کرده ای حاشا مکن. اگر اشتباهی کردیم، گناهی کردیم، امروز که من از شما عزیزان خواهش کردم توبه کنید، توبه کنید، اعتراف کنید. نامه یعقوب 5:16 میگه نزد یکدیگر اعتراف کنید. نزد کسی که کارشناسه، اطلاعات داره، به تو کمک میکنه، کانسلر خانواده است، نمیدونم میتونه به تو کمک کنه. برو بهش بگو مشکلت چیه، ضعفت چیه، تا بتونی از اون مشکل رهایی کنی. ای که از لرزیدن دل آگاهی، هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. ای خودت که بارها برات اتفاق افتاده، توی مشکلی افتادی، دیگران رو درک کن و ببین اونها هم نیز احتیاج دارن. ضرب دست تف دادن ابلهی است، کلام خداوند نیز اعلام میکنه. خادم رو بلا فاصله تو کلیسا به کار نگیر، آسیب میخوره. حداقل 5 سال مطابق کلام خداوند یک خادم باید تعلیم بگیر، بیاد کلیسا بره، وقتی تعلیم خوب گرفت میتونه خداوند رو خدمت کنه. ولی خب این روزا به خاطر این کلیسای فارسی زبان یک روزه وقتی که افتتاح میشن یه ماه هم میخوان 1000 نفر توش باشن، هر کسی هم به کار میگه متاسفانه اشتباه رو خود منم بار کردم، بگیم به خاطر ناچاری. ولی وقتی طرف 2 ماه 3 ماه میاد دیگه نمیتونیم باش حرف بزنیم، امیدوارم به کسی بر نخوره. ادعاش این هست که از منم بهتر میدونه، از دیگرانم بهتر میدونه، ولی کلام خداوند داره این هوشیاری، همون کلامی که باعث نجات ما شده، باید بیاموزیم. ضرب دست تف دادن ابلهی است، عشق را نظر غم دنیا نکن. دنیا یه روز خوبه یه روز بده، یه
روز سختیه، یه روز امنیت و شادیه. حسه این دنیا رو نخور، مشکلات فردا هست، حسه فردا رو نخور. پیروی خورشید و یا آینه باش، هرچه اوریان دیده ای افشا مکن. پیروی کلام خدا باش، برو در حضور خدا از روح القدس پر بشو، قوت خدا رو داشته باش. اجازه نده سختی و مشکلات این دنیا تو رو در بر بگیره و باعث غم و آزردگی تو بشه.